بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. سال روز ولادت حضرت امام باقر سلام الله علیه را خدمت همه سروران بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که هممون به اعمال ماه رجب هم موفق باشیم انشاءالله. من این یه نکته جواب فرماشه آقا را عرض بکنم تا شروع کنم. این که معروف شده که انسان گل سرسبد موجوداته، یا مثلا انسان اشرف مخلوقاته، این حرف ها اصلش مال مسیحی هاست. مسیحیان که میگویند انسان اشرف موجوداته، یا مثلا فلان. علت اینم که مسیحی های این حرف رو می زدن این بودا که چون تو نجوم قدیم خیال می کردن که خورشید داره دور زمین می چرخه، بعد می گفتن که پس کل کائنات دور سر آدم دارن می چرخن، پس آدم بهترین مخلوق خداست. این علت این شد که این حرف ها مطرح شد. ارسطو هم یه حرفی زده بود این چیزا، ولی درستش از نظر دینمون اینه که اگر پیغمبر اکرم یا اهل بیت علیهم السلام را بگوییم، اینا درسته که اشرف موجوداتن، شکی نیست. اشرف موجودات پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله است. اما پیغمبر اکرم یا اهل بیت، نه انسان ها. انسان خب مثلا شامل من و شما میشه، ما که اشرف موجودات نیستیم. اشرف موجودات پیغمبر خداست و 14 معصوم. اما مثلا فرض الان من و شما بهتریم یا عرش خدا، من و شما بهتریم یا قرآن کریم، یا این آدمایی که تو خیابون راه میرن، اینا اشرف موجوداتند. اون چی که قرآن میفرماید اینه هم بلغت کرم نابنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علا کثیرن، نه علا جمیع. فضلناهم علا کثیرن ممن خلقنا، نه جمیع. درستش اینه که انسان یه مخلوقی است مثل بقیه مخلوقات خدا. خیلی مخلوقات هم خدا دارد که از انسان اشرفند. مثل چی؟ مثل قرآن. قرآن یکی از مخلوقات خدای متعال، قطعا هم اشرف از انسانه. اما اگر که 14 معصوم و بالخصوص پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رو کسی بگوید، او قطعا اشرف مخلوقات خداست، اشرف موجوداته. نه همینجور کرد کردم. بله چی جایی داریم که گفته بشه انسان خلیفت الله؟ به چی؟ خب خلیفه، اما نگفته خلیفه الله که. خب بله این نجل خلیفه آدم های قبلی. خب میتونه برسد که منم میتونستم رستم باشم، فعلا که نیستم. شما میتونستید بزرگترین مرجع تقلید شیعه باشید، انشاءالله میشید، ولی حالا فعلا که خب الان که نیستید.
نه الان که نیست، حالا انشالله میاد. خیلی بباش. خب حالا اومه یه مشکل داره. نه نه، این حالا سوال یک کلم بله و خیری نیست، یه پایان نامه تو دانشکده اصول دینه که به هر حال اهل بیت بالاترند یا قرآن، ثقل اکبر قرآنه یا ثقل اکبر اهل بیتن، یه اصلا یه پایان نامه است. خب بله، اما به خاطر انسان بودنشون نیست که اشرف موجوداتن، به خاطر اینکه حجت خداند، به خاطر اینکه معصومند. مثلا اهل بیت دو تا چشمم دارند، دو تا چشمی که دلیل بر این نیست که اشرف موجوداتند. اهل بیت انسانند، انسان بودن دلیل بر اشرف موجودات بودن نیست، چون معصومند اشرف موجوداتند. بله، و یکیشون هم اکبره. حالا قرآن اکبره یا اونها، عرض کردم این خودش یه پایان‌نامه ایه دیگه. بس خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. گمانم تو اینجا خوندیم که بله، آیه 164 چی؟ آها بله بله بله. اما الفلک، این هشت آیه ای که دلیل بر توحید در ربوبیت. اما الفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس، آیه 164. فیدل، این دلالت میکند به حصول الماء على ما تراه من الرقة واللطافة، دلالت میکند به اینکه این آبهایی که هستند و میبینیدم که این آبها نرمند لطیفند، التي لولاها، که اگر که این آبها مثلا اگر این آبها سفت بودن، لما امکن جری و سفن علیه، نمیشد یک کشتی برای شرکت بکنه. بله، الان یه مدتی یه بند خدایی به طرح اینجوری داده تو کشوران که اون جلسه قبلی میگفتم که بیش از 90% بار دنیا تو کشتی هاست و رو آبه. الانم یه بند خدا یه طرحی داده که مثلا تو کشور بیان دریای مازندران را به خلیج فارس وصل کنند، یعنی رودخونه بکشند، بله کانال بکشند و کشتی بره، که وقتی خوب کشتی بره دیگه خیلی تحول عجیبی میشه. بله، و گمان ما حالا حرف من دقیق نیست، گمان دریای مازندران 25 متر پایین تر از دریاهای آزاده، 25 متر پایینه، و اگر وصل بشه به دریاهای آزاد تمام مازندران و گیلان و نمیدونم گلستان همه میره زیر آب، 25 متر آب بیاد بالا. و الان هم شاید شنیدیدیه مثلا روسیه که تو دریای مازندران وصل کرده به دریای سیاه، اونا چیزها جلو آبو میبندن، یعنی 25 متر کشتی بالا پایین میشه دا، یعنی مثلا دریای سیاه 25 متر بالاست، این 25 متر پایینه، برای اینکه آب نیاد اینجا با یه وقت این سواحل آب نگیره، یه حوضچه هایی درست میکنن در خلاصه کشتی بلا پایین میشه دا، این جوری است که کشتی میاد. خلاصه اگر که خدای متعال این جوری قرار نداده بود، مردم نمیتونستن حمل و نقل بار بکنند. و تسخیر ریاه لاجرائها،
و تسخیر بادها برای جریان این کشتی ها، چون همون کشتی با اون پرچمایی که داره باد میزنه میبره شو میاره دش دیگه. فی خلاف البچه لذی یجری ما او الهی، حتی با اون باد کشتی حرکت میکنه بر خلاف جریان آب. حتی اینجوری هستن که مثلا باد یه جور که بگی مسیر که میوزه دا، این کشتی ها پرچماش اینجوریه که همین باد، مثلا فرض کنید باد مثلا از شرق به غرب میوزه، پرچمش یه جور بسی میکنه که کشتی به طرف غرب میره، دوباره با همین جریان باد کشتی برمیگرده. اینجوری هم هستا، یعنی باد فرض کنید از مشرق به مغربه، ولی همین باد کشتی رو از مغرب به مشرق میاره. من دیدم اینجوری هم، یعنی خیلی عجیبی از این کارا هست. بله عوامشو بخواید ببینید، مثل این ماشینایی که سیمان میبرند، این ماشینی که سیمان میبرند یه همش داره میچرخه دیگه، یه همینجور که میچرخه میتونه یه جور چیز کنه که سیمانو خالی کنه، میتونه یه جوری چیز کنه که سیمانو نگه بداره با یه جور حرکت. همون هست. خلاصه دلالت می کند به حصول الماء، دلالت می کند علا منعمن، بر یک نعمت دهندهی که دبر ذالک، تدبیر داره می کنه این کشتی ها را، لمنافع خلقهی، بر منافع مردم، که لیس من جنس البشر ولا من قبیل الاجسام. اون منعم، اون خدای متعال نه انسان است و نه جسم است. لأن الاجسام يتعذر عليها فعل ذلك، اجسام نمیتوانند این کارها را بکنند. بله، این آیه شریف اول اون آسمان و زمین را مطرح کرد، بعد اختلاف اللیل و النهار، بعدم این فلک، بعدم این الماء الذي ينزل من السماء که باران باشه. این قدیمی ها میگفتن که یک علمی داریم به نام مثلا علم مثلا موالید، یک علم داریم به نام سما و عالم، یه علم هم داریم به نام کائنات الجو. این مثلا قدیمی ها این چیز هم. یه علمی داریم سما و عالم، این سما و عالم همون آفرنش آسمان و زمین و نمیدونم کرات و اینجور چیزا، این نفی خلق سماوات و الارض. یه علمم داریم کائنات الجو، کائنات الجو مثل همین باد، مثل باران امثال اینا. یه علمم داریم علم موالید، که علم موالید یعنی همین نبات و حیوان و معادن و اینجور چیزا. سه تا علم، کل مطالبی که توی این آیه شریف مطرح شده همین هست. سما و عالم یعنی همو افلاک و کرات و این چیزا، کائنات الجو باد و باران و اینجور چیزا، یکم علم موالید. و اما الماء الذي ينزل من السماء، آبی که از باران، آبی که از آسمان نازل می شود، فیدل و دلالت می کند، انشاؤه ایجاد این آب، و انزاله قطرتن قطرتن که لا تلتقی اجزاؤه. ببینیم مثلا این قطرات بارون که میاد، اگه تو راه که داشت می اومد به هم می چسبیدند، اگه به هم می چسبیدند یه دفعه روز زمین یه حجم زیاد آب یه دفعه می ریخت و خیلی ضرر داشت، ولی لا تلتقی اجزاؤه، اینو به هم نمی چسبند، ولا تتعلف فی الجو، در جو اینا به هم نمی خورند. فینزل مثل السیل فیخرب البلاد و الدیار، جایی که به هم ملاقات بکنند و الفت پیدا بکنند سیل میشه دیگه و شهرها و دیار خراب میکنه. ثم امساکه فی الهوا،
بعدم این که باران تو هوا نگه داشته میشه، مثلا اینجا نباره اونجا ببارد. مع ان من تبع الماء الانهدار، با اینکه تبع آب اینه که بریزه، ولی اینکه خدا یه کاری میکنه که نریزد الا وقت نزولی. بله آره دیگه، بله تو اقیانوسا، آره دیگه، آره دیگه، بله بله الا وقت نزولهی به قدر الحاجته و فی اوقاتها، که خدای آب و نگه میداره توی این ابر تا اینکه مثلا بره فلان جا بریزه یا فلان زمان بریزه به اندازه حاجت و در وقت حاجت. اینها دلالت میکنه که مدبر این آب قدرت دارد، علی ما یشاء من الامور، هر کاری که بخواهد، عالمون حکیمون خبیرون. و اما احیاء الارض بعد موتها، احیاء زمین بعد از موتش، اینا فیدل و دلالت میکنه به ظهور ثمار، به ظاهر شدن میوه و انواع گیاهان. و ما یحصل بهی من اقبات الخلق، اینکه خدا روزی خلق را ایجاد میکنه و ارزاق حیوانات رو ایجاد میکنه. و اختلاف طعومها و الوانها و روائحها، اختلاف طعمها و رنگها و مزهها و این چیزا، به اختلاف مزارها و منافعها، اختلاف مزار این مثلا حیوانات یا نباتات و منافع اینها در غذا و در ادویه و اینجور چیزا. اون زمانی که یخچال نبود، مردم گوشت که میخواستن نگهداری کنن با همه ادویه ها بود دیگه، ادویه می آوردند. اصلا هندوستان را استعمار کردن انگلیسی ها به همین خاطر بود دیگه، انگلیسی ها هندو استعمار کردن به خاطر ادویه جاتش که با این ادویه ها بتونن گوشت نگهداری کنند. خلاصه اینها دلالت میکنه بر کمال قدرت خدا و بدایع حکمتهی و حکمتهای شگفت خداوند. سبحانه من علیم حکیم ما اعظم شأنه، منزه است خدای علیم و حکیم، چقدر شأنش بالاست، چقدر بلند مرتبه است. و اما بس و کل دابتن فیها، و اما اینکه پراکنده کرد هر جنبنده ای را در زمین، پس دلالت میکنه علا ان الله سانه، دلالت میکنه بر این که این جنبنده ها سانه ای دارن مخالف الله، مخالف با خود این جنبنده هاست. منعمن به انواع نعم، او نعمت میدهد به انواع نعمت ها. خالقن لذوات المختلفه، خلق میکند اون خداوند حیوانات مختلف را، بالحیات المختلفه، فی تراکیب المتنوع، شکل‌های مختلف، ترکیب‌های متنوع. یه حیواناتی هم می‌آفرینه که مثلا مرده ها را بخورند، یه حیواناتی می‌آفرینه زنده ها را بخورند، یه حیوانی می‌آفرینه این حیوان را بخوره، یه حیوان دیگه می‌آفرینه که اون حیوان را بخوره. و هم غیر از خودشون، بله، من اللحم و العظم و الاعصاب و العروق، که اینا متنبعند از جنبه، متنبعند از جنبه گوشت و استخوان و اعصاب و عروق. و غیر ذالک من الاعضاء و الاجزاء، و غیر ذالک از اعضاء و اجزایی که المتزمنت لبدای الفطرت و غرائب الحکمت، که متضمن شگفتی های خلقت و عجایب حکمت است. و همه اینا دلالت میکنند علی عظیم قدرتی و جسیم نعمت، قدرت بزرگ و نعمت آشکار خداوند. و اما ریاح، و اما بادها، و اما ریاح فیدل و تصریفها به تحریکها و تفریقها فی الجهات، این بادها دلالت میکنند
تغییرشون، به این که حرکت میکنن و متفرق میشن در جادی، باد از شمال میبزه، یه باد از جنوب میبزه، مرتن حارتن و مرتن باردتن، یه بار باد گرم باد جنوب، یه مرتبه باد حار باد شمال، و تارتن لینتن و اخرا عاصفتن، باد از طرف شرق لین است، باد از طرف غرب عاصف و طوفانیه، و تورن عقیمن و تورن لاقحتن، یه بار باد میوزد که درختان را میخوش کنه، یه بار باد میوزد درختان را تلقیح میکنه و زنده میکنه، باد اول زمستون درختان میخوش کنه، باد آخر زمستون تو نهج البلاغه تلقب البرد فی اولهی و تلقوه فی آخرهی فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِعَبْدَانِكُمْ كَمَا يَفْعَلُ بِأَشْجَارِكُمْ اَوَّلُهُ يُحْرِقْ وَآخِرُهُ يُورِقْ برق ایجاد میکنه. سرمایه اول زمستون نخورید، آخر زمستون بخورید. همه اینا دلالت میکنه الا ان مصرفها، اونی که این بادها رو داره تغییر میدهد، قادرون الا ما لا یقدر علیه سواهو، قدرت دارد بر چیزی که غیر او چنین قدرتی ندارد. از لبجتمع الخلائق کلهم، اگه تمام دنیا جمع بشن بمبای اتمیشون هم بیارن، که الان یجعل و سبا دبورن اب شمال جنوبن لما امکنه هم زالی، باد سبا رو باد دبورش کنند، باد شمال و جنوب، باد جنوب و شمال، آمریکا با همه بمبای اتمیشم بیاد نمیتونه این کارو بکنه. قبلانم گفتیم ما که در این که باد از کدام جهت میوزد، ملاک تو این اسم گذاریات چی بوده؟ کعبه. بادی که پشت کعبه کدام طرفه؟ اون طرفی که مقابل باب کعبه است، مقابلش اون طرف، اونو میگه پشت کعبه. آره، اون طرف بادی هم که از اون طرف بوزه بهش میگن چی؟ دبور. چون کعبه به طرف مشرق، باب کعبه به طرف مشرق، این طرف رو میگن باد سبا. این طرف کعبه رو که دست چپ کعبه میشود میگن باد شمال، اون طرفش رو میگیم سمت جنوب. و اما السحاب المسخر ابرها فیدل علا ان ممسکه، دلالت مونه بر این که اونی که نگه دارنده ابر است، هو القدیر الذی لا شبیه له ولا نظیر، شبیه و نظیر ندارد، لانه لا یقدر علا تسکین الاجسام بغیر علاقت ولا دعامت الا الله سبحانه و تعالی، زیرا قدرت ندارد بر این که نگه دارد اجسام را، همین ابر را نگه داره، این جسم رو به غیر علاقتین، بدون هیچ علاقه، یعنی که به یه جای ببندیش، گرهش بزنی، دعامم یعنی ستون، این ابر رو بدون ستون و بدون مثلا بستن به جای نگهش بداری تو آسمان غیر از خدای متعال، القادر لذاته الذی لا نهایت لمقدوراته. عرض کردم دعامه که ستون دیگه بند خودیه، چون ندیه تعبیر خود قرآن هم است که خدا بدون ستون نگه داشته، به خاطر گفته چون خود قرآن هم است، به غیر عمدن ترونه ها، تعبیر خود قرآنه. فهازهی هی الآیات و دالتو علا ان الله سبحانه صانعون غیر مصنوعین، این همه آیاتی که دلالت میکنه بر اینکه خدا خالق است و مصنوع نیست، قادرون لا یعجزه شیئون، قدرت دارد چیزی او را ناتوان نمی کند، عالمون لا یخفا علیه شیئون، چیزی بر او پنهان نیست، حیون لا تلحقه الآفات، خدا زنده است آفتی به اون نمی رسد، بلا تغییره الحادثات، حادثات او رو تغییر نمی دهد،
بلا یعذب عنه مثقال و ذره فی الارض ولا فی السماء، پنهان نیست از خداوند ذره ای در آسمان و زمین، و هو السمیع البصیر، و او شنوا و بیناست. استشهد به حدوث هذه الاشیاء علی قدمه و ازلیته، خدا شاهد آورده که این موجودات حادثن، پس خدا قدیمه. اینا که حادثن محدث میخواند، اگر محدثشون هم حادث باشه تسلسل میشه، و چون تسلسل باطله پس حدوث اینها دلیل است بر قدم خداوند. بله چه؟ همه خود تغییر تصریف بسته، این همه حدوث دیگه. تصریف مگه تغییر حدوث نیست؟ بسته حدوث خلقه. جلسه قبلی گفتم خلقه همیشه دلمونه بر تجدید، گفتم دیگه خلقه تجدیده. اصلا مولو صدرا هر آیهی که فعل ماضی توشه میگه این دلیل بر حرکت جوهریه، شو تجدیده دیگه. بله ایشون داره اینجور استشهاد میده. اون جلسه اول که این آیه رو میخواستم بحث کنم گفتم بعضی تفاصیل این آیه رو دلیل آوردن برای نبوت، اما مجموع بیان داره دلیل میاره بر توحید. استشهد به حدوث این اشیا بر قدم و ازلیت خداوند، و به ما و سمخا بهی من العجز و تسخیر علا کمال قدرتی. خدا فرمود که اینا چون حادثند خدا می شود قدیم، اینها چون عاجزند خدا می شود قادر. و به ما و سمها بهی، به این که اینها را نشانه گذاشت، اینا را نشونه گذاشت به این که چیان عجز دارند، مسخرند، یعنی اختیارشون دست خودشون نیست. اینکه اینا مسخرن معلوم میشه یه مسخری هست، دلالت میکنه بر کمال و قدرت خدا. و به ما زمین ها من البدای علا عجائب خلقته، اینکه خدا توی اینا چیزای شگفتی گذاشت معلوم میشه خالقشون خیلی عجیبه. و فیها ایزن اوزه و دلالتین، توی اینها بهترین نشانه هست علا انه سبحانه، بر اینکه خداوند المنان و علا عبادهی به فواید نعم، دلیل میکنه که خدا خیلی مهربانه. خدا به هر حال هر جایی مناسب حالشون، میوهی، درختی، گیاهی، حیوانی مناسب با حال اونا قرار داده. المنعم علیهم بما لا یقدر غیره علی الانعام، خدا نعمت میدهد به مردم به چیزی که قدرت بر او ندارد غیر خداوند، که نعمت بدهد به مثلش من جزیل القسم، از این تقسیمات مهم. خدا مثلا فرض کنید برای اون منطقه گرم سیریه میوه میگذاره، برای منطقه سرد سیریه میوه، هر کدام مناسب خودش. فیعلم بذلک، معلوم میشه انه سبحانه الاله الذی لا یستحق العبادت سواه، خداست که مستحق عبادت است و غیر او استحقاق اینو نداره. کسی مستحق عبادت است که نعمت مهم میدهد. این آیه نعمت های مهم رو بیان کرد، پس او مستحق عبادته. ضمناً و در این آیه نیز دلالت است بر این که واجب است نظر و استدلال. نظر یعنی فکر، نظر یعنی فکر. این آیه دلالت میکنه بر این که فکر کردن واجبه، استدلال واجبه. و نزالکه و طریق و الی معرفته، و این نظر و استدلال راه شناخت خداست. و فی هل بیان لما یجب و فیه نظر به ابطال تقلید،
و این آیه داره بیان میکنه که چه چیزی رو باید فکر بکنید و اینکه تقلید نکنید. یعنی این آیه چند تا مسئله اعتقادی رو داره بیان میکنه. یه مسئله اعتقادی اینه که نظر اصحاب المعارف باطله. اصحاب المعارف، قبلا گفته بودم اون آقای سمامت ابن اشرس، همون کسی که عهدنامه امام رضا رو او نوشت، عهدنامه امام رضا سمامت ابن اشرس، ایشون پیروان زیادی داشت و معتقد بود که هر کسی فطرتاً خداشناسه، بلذا لازم نیست که آدم فکر و تأمل بکنه درباره خداشناسی. این آیه دلیل میشه که حرف او نادرسته. نظر به استدلال واجبه و راه شناخت خدام نظر و استدلاله، پس اون حرف او باطله. مطلب دوم این که این آیه میفرماید که درباره چی فکر بکنید و چی فکر نکنید. درباره ذات مقدس خدا فکر نکنید، افعال خدا و صفات خدا رو فکر بکنید. مطلب سومم اینه که تقلید کار خوبی نیست، فکر کردن و استدلال خوبه. این حالا میشه مقدمی برای آیات بعدی. ببینید این آیه که الان میخواییم بخونیم، آیه 165 و آیه 166، اینها میخواد بگوید که چی؟ تقلید کار بدیه، تقلید کار خوبی نیست. اون موقعی که آدم میره سراغ تقلید که دیگه ضرورت داره، وقتی با یه آدم خودش درس بخونه، ولی وقتی نخون خب میشه باید مقلد. صفات خدا و فعل خدا، صفات خدا و فعل خدا. بن نه این چون اینا میشه بحثای عقلی، اونجا بحث لفظیه، این میشه بحث عقلی. قوله تعالی و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا. این آیه حالا بحث محبت خداست و اینکه بعضیا غیر خدا رو دوست دارن، بعضیا هم خدا رو دوست دارن، اما محبت اینا بیشتر از محبت اوناست. غزالی یک کتاب اخلاق داره، کیمیای سعادت، وقتی که میرسه به بحث حب خدا، غزالی میگه اگر کل اخلاق رو بخواید توی یک کلمه خلاصه کنید میشه حب خدا. کل اخلاق یعنی حب خدا. هر چه تو اخلاق میگویند یا مقدمه ی حب خداست یا نتیجه ی حب خداست. مثلا تو اخلاق میگن که غیبت نکنید، دروغ نگویید، تهمت نزنید، اینا مقدمه است برای این که به حب خدا برسید. اگرم تو اخلاق میگوین توکل و رضا و تسلیم و اینجور چیزا، اینا هم نتیجه حب خداست. ولذا کل اخلاق یک کلمه است، محبت خدا. بعضی هم میگن که اصلا نمیشه انسان خدا رو دوست بداره. بله، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس. ما هم جنس خدا نیستیم که خدا رو دوست بداریم. بعضی هم میگن که نه، اتفاقا به همین دلیل باید خدا رو دوست بداریم. ما با بدنمون که نمیخوایم خدا رو دوست بداریم، با روحمون، و روح انسان با خدا هم جنسه، من روحی.
با روح باید خدا رو دوست بداریم. من خیلی حالا تو این زمینه حرف سال شاید بعضیاشو بد بگم. خب القراعتو قراعت آیه قراع نافع و ابن عامر و یعقوب این سه نفر قراعت کردن ولو تر الذین ظلمو الان ما خوندیم ولو یر الذین این سه نفر قراعت کردن ولو ترا به تا علل خطاب ما مقایب خوندیم اونا مخاطب خوندند و قرع الباقون بلیا بقیه گفتن یرا اونا گفتن ترا باز و کلهم قرعو از یراون العذاب تمامی قرآن اون یراونه رو مغایب خوندن یراونه به یا الا ابن عامر مگر ابن عامر فانه قرع از یراون العذاب اون یراونه یعنی میبینند یراونه یعنی نشان داده میشوند مجهوله پس ابن عامر یراونه به زم یعنی مجهول خونده خب و قرع ابو جعفر و یعقوب ان القوت لله و ان الله شدید العذاب هر دوتا را به کسر همزه فیه ما و الباقونه به فتح ها بقیه قرآن گفتم که ان القوت لله جمیعا و ان الله پس سه تا اختلاف قرائت شد حالا الحجت و دلیل این اختلاف قرائت ها قال ابو علی آقای ابو علی فارسی در توجیه و دلیل این اختلاف قرائت ها آقای ابو علی گفته است که حجت و من قرع بلو یر الذین ظلموا بلیا اونهایی که یرا خونده اند بلیا دلیلشون اینه که گفتن ان لفظ الغیبت اولا من لفظ الخطاب یرا مغایب بخونیم بهتر از تراس چرا یرا بهتره من حیث انه یکون اشبه به ما قبله اگر یرا بخونیم مقایب با آیات قبلی بهتر جور در میاد چون شبیه به ما قبلش است مثلا تو آیه قبلی تو سه تا آیه قبلا و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یعنی یتخذ مقایبه چون یتخذ مقایبه اینجا هم یرا مقایب بخونیم و هوه ایزن اشبه به ما بعدهو یعنی اگه یرا بخونید هم با ما قبل جور در میاد هم با ما بعد با ما بعدم آیه ما بعدی و هوه یعنی مقایب شبیه است به ما بعد آیه من قولهی کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات این آیه که الان داریم میخونیم آیه 165 کذالک یریهم الله آیه 167 میگه همچون آیات قبلی مغایب بود آیات بعدی هم مغایبه پس این آیه بهتره که چی باشه یرا مغایب باشه این دلیل اونه که یرا میگوین مغایب به حجت و من قرع بلو ترا اما دلیل اونهایی که میگن مخاطب بخونیم دلیل اونهایی که میگوین مخاطب بخونیم فجعل الخطاب للنبی صلی الله علیه و آله ترا هم خطابه به پیغمبر باشه این دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ لکسرت ما جاء فی تنزیل من قوله بلو ترا چون تو قرآن بلو ترا خیلی داریم پس اینم بلو تراست مثل بقیه آیات و یکون الخطاب للنبی صلی الله علیه و آله خطاب به پیغمبره بلی به در گفتم تا دیوار بشنود بل مراد بهی الکافه به پیغمبر گفتیم اما مراد چیه؟ کافه تمام مردم نه این شرطه
حالا تو معنا میگه بله. و اما فتح و ان القوه، گفتیم که ان القوه لله جمیعا یا ان القوه، هر دو جورش. اما اگر کسی به فتح بخونه ان القوه، فمن قرأ بتا، کسی که به تا بخونه یعنی ترا رو ترا بخونه، اگر شما اونو ترا خوندید، فلا یخلو من ان یکون ترا من رؤیت البصر، اگه اون ولو تر الذین ظلموا، ترا ترا به معنی دیدن باشه یا ترا به معنی اعتقاد. میگه اگه ترا به معنی دیدن به چشم باشه، اول متعدیت الی مفعولین، یا ترا ترایی باشه که دوتا مفعولیه، فَإِنْ جَعَلْتَهَا مِنْ رُؤْيَةِ الْبَصَرِ، اگه که ترا به معنی همون دیدن به چشم باشه، اگه ترا یعنی دیدن باشه، لَمْ يَجُزْ أَنْ تَتَعَدَّى إِلَى أَنَّ، جایز نیست که متعدی بشود به أَنَّ، یعنی بعد از ترا أَنَّ نباید بیاریم. چرا؟ لأنها قد استوفت مفعولها الذي تقتضي، اگر که ما اونجا رو خوندیم بلو یر الذین ظلموا رو خوندیم بلو ترا، اگه خوندیم بلو ترا، ترا میشه فعل و فاعل، ترا فعل و فاعل، مفعولش چیه؟ الذین ظلموا، و ترا هم یه مفعولیه. اگر که یه مفعولیه پس یه انه رو نمیشه انه بخونید، باید انه بخونید، باید انه بخونید دیگه، چون بینه ترا به معنی دیدن با چشم. مثلا آیا نمیبینی این شیشه است؟ یه مفعولیه دیگه. ترا فعل و فاعل، الذین ظلموا هم مفعولش ان القوته، دیگه مفعول نیست. جایز نیست که متعدی بشه به انه، لأنها زیرا ترا، لأنها زیرا ترا، قد استوفت مفعولها الذی تقتضیه، مفعولی که میخواهد دیگه داره، به هو الذین ظلموا، که الذین ظلموا باشه. ولا یجوز ان یکون ان تکون المتعدی الی مفعولین، گفتیم که کلمه ترا یه مرتبه به معنی رؤیته که یه مفعولیه، یه مرتبه به معنی اعتقاد قلبیه که میشه دو مفعولی. میگه و جایز نیست که این ترا دو مفعولی باشد. چرا جایز نیست؟ لأن المفعول الثانی فی هذا الباب هو المفعول الاول فی المعنا، به خاطر اینکه جایی کلمه دو مفعولی میارن که مفعول دوم با مفعول اول دو چیز باشه، یه چیز مفعول اول یه چیز مفعول دوم. اما اگر یک چیزی مفعول اول و دومش یکی بود، اون که اول با اون که دوم یه چیز بود، اینجا نمیشه کلمه دو مفعولی به کار ببرید، با یکی مفعول قرار بدید یکی هم بدل قرار بدید. میگه چون مفعول دوم اینجا مفعول اول است، یعنی چی؟ ببینید اون ولو یر ولو ترا الذین ظلموا ان القوه، ای ان القوه بیان همو الذین ظلموا، اونا که ظالمند، ظالمند یعنی چی؟ یعنی قوت رو برای خدا قبول ندارند. و قوله ان القوه لله لا یکون الذین ظلموا، ان القوه لله خود الذین ظلموا نیست، اگر الذین ظلموا نیست، فیزن یجب ان تکون منصوبا به فعل اخرى غیر ترا، پس ان القوه تعبیل به مصدر می رود و مفعول است برای یه فعلی غیر از ترا. به عبارت دیگه ترا اگرم به خود دو مفعولی باشه، با یه مفعولش ان القوه نباشد. حالا من یه جور دیگه عرض میکنم، ببینید راحت تر این حرف مجمول بیان راحت ترش اینست، کلماتی که دو مفعولی هن اگر که ان بعدش باشه
انه خودش تعویل به مصدر میره جای دو تا مفعول میشینه و اینجا نمیتونه جای دو مفعول بشینه چون الذین ظلموا رو داره. خود این که انه به جای دو مفعول میشینه و اینجا نمیتونه به جای دو مفعول بشینه این شاهده اینه که اون ترا دو مفعولی نیست. یعنی به یه چیز مقدر بگیرید به یه انل قبطه رو مفعول اون فعله بگیرید به اون فعله با این مفعولش بیان این ترا باشه. فایزن یجب ان یکون منتسبن به فعل آخر غیر ترا و ذالک الفعل اون فعل مقدر چیه؟ هو الذی یقدر جوابن لی لو. اون فعل مقدر باید جواب این لوی لو ترا باشه، جواب لو باشه. که انهو قالگو یا خداوند اینجوری فرموده است ولو تر الذین ظلموا اذ یرون العذاب لرعبو ان القوه لله جميعا. یه لرعبو مقدره که این اگر تو میدیدی ظالمان را هنگام عذاب وقت اونا متوجه میشدن که همه قدرت مال خداست. بل معنا معنای آیه اینها انهم شاهدوا من قدرته سبحانه اونها دیدن از قدرت خداوند ما تیقنوا معه چیزی که یقین کردن با او که خدا قوی است و خدا شکست ناپذیره. یعنی وقتی که آدم میره جهنم میفهمه که خدا چه قدرتی داره. و ان الامر لیس علی ما کانوا علیه اونجوری نیست که شما خیال میکردید که خدا ناتوانه. من جهودهم لذالک او شکهم فی، از اینکه انکار میکردن قدرت خدا را یا شک میکردن تو قدرت خدا. و مذهب من قرأ بالیاء ابین، اما اونهایی که ولو یرا میخونند نه ترا، اونا که یرا میخونند بهتره. مذهب اونهایی که قرائت میکنند به یا آشکارتره، یعنی ولو یرا بهتر است. چرا؟ لأنهم ینسبون ان بالفعل ظاهر دون المزمر. چون هر کسی که یرا بخونه وقت میگه ولو یرا، اون الذی نمیشه فاعل. وقتی الذی نشود فاعل و ان القوته مفعول همی یراست و جای دوتا مفعولم هست خیلی راحت تر میشه. چون اونها نصب میدهن ان را، این ان را نصب میدن یعنی ان مفعول چیه؟ ان مفعول چیه؟ به فعل ظاهر، به همون یرا. دون المزمر او لرعبو دیگه نمیخواند. بل جواب و فی هازن نهده یجی و محذوفن. جواب لو چیه؟ جواب لو محذوف. فعضا او امل الجواب و یا فعضا اعمل جواب و فی شیئن ساره به منزلت الاشیاء المذکورت فی لفظ. وقتی که اون لو عمل بکنه و یه جواب برش بیاوریم، اون جواب چه موجود باشه چه محذوف که کل موجوده به منزله اشیایی که ذکر شدن در لفظ. فحمل المفعول علیه، پس حمل می شود مفعول. مفعول یعنی اون ان القوته، حمل می شود مفعول علیه بر این فعل یرا. ان القوته مفعول یرا میشه. فخالف یخالف نها، فخالف ما علیه سائر هذا النهب من الآیه التي حذفت الأجوبة معها. آیه جمع چیه؟ آیه. آیه جمع آیه. کتاب طبری جامع البیان عن تأویل آیه القرآن. آی یعنی آیات. خب میگه که فخالفه، پس این آیه مخالف است با اون چه که
بقیه این نحو از آیات بر اوست. التی حذف الاجوبه من منها، آیات دیگر که جواب لوتشو حذف شده. این آیه با اون آیات فرق میکنه. لتکون ابلغ فی باب تبعد. مثلا یه وقت من به شما اینجوری میگم، اگه میدیدی زید چجور میزد، امرو یه چه دعوا بود، اگه میدیدی چه دعوایی بود، خب حالا اگه میدیدی چی میشد، چی میشده دیگه نگفتم، اگه میدیدی چجور میزد، خب اگر میدیدی خب چی میشد، این نگی بهتره. این حذف جواب لو بهتره، ابلغه. این آیه اینجوری ها، اگر میدیدند، اگر ظالمان میدیدند، خب اگه میدیدند چی میشد دیگه نگفته. سو نه تبعد، ترس، خوفش، ترسوندن. نه توحید کند. هازا کلام و ابی علی الفارسی، اینا کلام آقای فارسی بود. و نحنو نذکر ما قاله غیره فی کسر ان القوته و فتحها فی الاعراب. تا اینجا کلام ابو علی فارسی بود. خب حالا بحث بکنیم که ان القوته یا ان القوته کدامش درسته؟ ان الله شدید العذاب یا ان الله شدید. میگه ما خواهیم گفت اون چرا که غیر ابو علی در کسر ان القوه و فتح ان القوه گفته، اینا رو خواهیم گفت در یک صفحه بعد، فل اعراب، تو بحث بعدی، تو بحث بعدی خواهیم گفت. و حجت من قرأ اذ یرون العذاب، اونهایی که میگوین از یرون العذاب، دلیلشون قوله و رعب العذاب. بینه الان بحث ما سر آیه 165، میگه اونهایی که یرون میخوانن دلیلشون آیه بعدیه. آیه بعدی از رعب العذاب. رعب و فعل ماضیه، پس یرون هم فعل ماضی. یا مثلا آیه و ازا رع الذین ظلموا العذاب، رعا فعل چیه؟ ماضی. البته اون دیگه تو این سوره نیستن، جای دیگه قرآنه ها. پس اونهایی که یرونه خوندن به دلیل اینکه جاهای دیگه قرآنه فعل ماضیه. قایب درست، قایب، من اشتباه گفتم، بله قایب، من گفتم ماضی، قایب. و حجت ابن عامر، اما دلیل ابن عامر که ابن عامر مجهول میخوند، از یورونه مجهول میخوند، دلیلش اینه ها، کذالک که یوریهم الله اعمالهم حسرات. بینه الان این یوریهم الله این فعل معلومه ها، اما دلیل میشه که اینجا باید مجهول بخونیم، چون معناش اینه دیگه، خدا به آنان نشان میدهد، پس اونا میبینند، پس یوراونه یعنی نشانشون داده میشه، میبینند. الان داره این آیه رو با این که معلومه شاهد بیاره بر اون آیه که مجهوله. نه اونش طور نیست، اون دیگه نایه فایلیه. لأنک اذا بنیت هذا الفعل للمفعول به، شما وقتی این فعل یوریهم الله اعمالهم حسرات، بینه این الان یوریهم الله اعمالهم حسرات معلومه، این معلومه دیگه، میگه این فعل معلومه اگه مجهولش کردی، شما اگر که بنا کردی این فعل یوریهم الله را للمفعول به، یعنی همینو مجهولش بکنی، قلت یوراون اعمالهم حسرات، پس یوراونه میشه و تو آیه ما نحنفی هم میشه بعد یوراونه، از یوراونه العذاب. صلی الله علی محمد و علی آله.